مجدد خدمت شما بینندگان عزیز به بخش کارشناسی برنامه‌مون رسیدی. امیدوارم تو این دو سه شبه با بیان این احادیث و روایاتی رو که از حضرات معصومین صلوات الله علیه اجمعین و از کلام جناب آقای غفوری به گوش شما خورده براتون لذت بخش بوده. اول دوما امیدوارم حالا با همون لفظ تحریک محرک شما باشد برای حرکت به سمت سید الشهدا علیه السلام، یا لااقل خرج کردن پول در مسیر امام حسین علیه السلام انشاءالله، و یا اینکه دیگران رو شما تشویق کنید و راه بیندازید به سمت زیارت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. ممنونم ما رو همراهی میکنید، میبینید و به عنوان دوست یاری میفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. حال شما؟ الحمدلله. سلام. ممنونیم که امشب رو هم باز دوباره در خدمت شما هستیم. زنده باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام على الحسین و على علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین. محضر بینندگان عزیز و ارجمند در هر کجای این کره خاکی که هستید، عرض سلام و ادب و احترام دارم، همچنین عرض تسلیت به مناسبت ایام عزا و مصیبت آل الله علیهم صلوات الله در خدمت. خدا خیرتون بده. این شبها پیرامون خرج کردن در راه امام حسین صحبت کردیم، در باب تشویق مردم به زیارت امام حسین علیه السلام، و دیشب هم قدری من باب استطاعت های مختلف که حالا در فقه ما جا گرفته که از شروط سفر، مخصوصا سفرهای معنوی، بحث امنیت و اینها هست، ولی که در زیارت امام حسین حتی این معقول استثناء شده است به دلیل فضیلت و کثرت برکات، تا اینجا را آمدیم. امشب ببینیم کجا دلهای ما رو مهمان میکنید انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. از روایاتی که راجع به بحث زیارت آقا امام حسین سلام الله علیه حضرات معصومین بیان فرمودند، خود این ویژگی و خصوصیتی که شما اشاره کردید واقعا بر میاد. ما نگاه میکنیم در هر نکتهی، در هر شأنی از شؤون آقا سید الشهدا این خصوصیته و این ویژگی لحاظ شده. شما نگاه میکنید مثلا در خود همین زیارت امام حسین سلام الله علیه نسبت به مردان و زنان هر دو امر داریم. ما یک خانومی است به نام ام سعید احمسیه، حتما روایتش رو شما اشاره فرمودید قبلا، خدمت آقا امام صادق سلام الله علیه میرسن ایشون و میگن که حضرت به من فرمودن که یا ام سعید تزورین قبر الحسین. ببین خود همین واژه ها، زیارت و زیارت قبر سید الشهدا علیه الصلاه و السلام، که کسی یه وقت این توهم حالا شاید در ذهن کسی بیاد که خب زیارت از دور هم زیارت دیگه، بالاخره توجه به سمت حضرات که توجه به حضرت حق است. من قصده توجه بكم در زیارت جامعه کبیره. از دور زیارت میکنیم، چه نیازی هست که بریم این مشقت رو تحمل بکنیم، بریم به زیارت امام حسین؟ میبینیم که تک تک این واژه ها که انه حضرات تعمد داشتن که مخصوصا اینها رو هی تکرار بفرمایند. یا ام سعید تزورین قبر الحسین، به قبر سید الشهدا مزجع مطهر امام حسین شما میری برای زیارت؟ قالت قلت نعم، بله میرم. بعد شما میرید. این روایت هم مقدمه خاصی نداره که انه ایشون تا محضر آقا حضرت صادق نشستن حضرت، اینا همش برمیگرده به اون ویژگیه، به اون خصوصیتی. میگه عرض کردم بله یا ابن رسول الله، بله بله میرم به زیارت امام حسین. حضرت فرمودن زوریه زوریه، دو مرتبه زیارت کن زیارت کن. فان زیارت قبر الحسین علیه السلام واجبتون علی الرجال و النساء، هم بر مردان هم بر زنان. اینجا ما رو به یک نکتهی شاید این مطلب وابه داره که میبینیم در دین مقدس اسلام و در شریعت مقدس اسلام در خصوص زنان اسلام یک نگاه ویژه‌ای داره. می‌فرمایند تا بشه زن از منزل خارج نشه، بیهوده از منزل نیاد بیرون،
جایی که میفرمان مسجد زن خونش. احسنتم. خیر مساجد النساء بیوتهن. به این تعبیر چند تا روایت مختلف از آقا رسول الله، امام صادق، از دیگر حضرات داریم که بهترین مسجد زن خانه اون زن است، منزل اون زنه، بیرون نیاد. حالا ما اینو میگیم، یه وقت بینندگان پیام ندن که میگن زنا رو مثلا تو خونه حبس کردید، حبس کردید و فلان. نه، بحث امنیت و در ستر بودن خانواده است، یعنی اون کانون خانواده رو به اونها میسپاریم. یک نگاه دوم به اینه که ما بر این اعتقادیم طلال باید در جای خاص نگهداری بشه. دقیقا همینجوره، گوهر جاش در صدفه. اینجور نیست که دوشا دوش مردان و همین. لذا اسلام توصیه میکنه تا بشه، اینو تکرار میکنه، تا بشه زن همینجوری بیرون در معرض نیاد در بحث جهاد. جهاد دفاع از دین خداست، دفاع از خود حضرت حق است و شؤونات الهی است. فرمودن از زن ساقطه، وجوبش ساقط، بر همه واجب است، اما بر زنها فرمودن که چرا؟ چه خصوصیتی هست؟ شاید یکی از حکمتاش همونه که شما اشاره کردید، به خاطر اینکه زن ریحانه است، ریحانه است، باید زن نمیخواد تو این فضای سختی قرار بگیره، اون فضای سخت نیاد، خدای نکرده در معرض نگاه‌های سهمگین و آلوده قرار نگیره. اینا همش من یه استفاده ابزاری میکنم، حالا الان به اینجا رسید، میخوام به اونهایی که حالا چون میدونم این برنامه‌های امثال شبکه‌های ما رو میگیرن، معاندین تقطیع‌هایی رو میکنن، من اینو میگم که چشم دشمنان خلاصه در بیاد با این نیت به قصد قربتن الالله. برای مردمی که فکر میکنن الان دشمنای اسلام خیلی آدم های خوبی هن، خیلی هوای زن رو دارن، که حالا توی رفتاراشون میبینیم همش استفاده ابزاری از خانم ها میکنن، ولی همین یه نکته میتونه حقانیت اسلام رو بر تمام ادیان ثابت بکنه که در شرایط سخت زن رو ممنوع از فعالیت کرده. یعنی توی جنگ اجازه نداده، ولی شما ببینید الان یهود، اسرائیل و امثالهم زنها رو به عنوان نیروهای نظامی داره تو کار میگیره. اصلا قرار نیست از زن اینجوری استفاده بشه. اسلام فرمود او رو باید این یه گل اصطلاحاً، حالا فهوای کلام اصطلاحاً چه روایت، المرأت ریحانه لیست به قهرمانه، این دقیقا کلام حضرات معصوم. ببینید همین خودش حقانیت دین ما رو میرسونه که ما اگر هم جایی روایت داریم که آقا از زنها تو خونه بنشینند و بیرون نیان، یکی نگاه نامحرم یکیشه، اصلا این در سخت نداشتن در یک مهمترشه، در میخوام عرض کنم در جهت تکریم زن هست اصلا. دقیقاً برای بالا بردن مقام او. مثلا مدیر عامل خودش میره تو بانک چک پاس کنه، بعد مثلا حالا خانم بخواد این کارهای سخت بیرونی رو انجام بده. لذا یه مقدار نگاهمون رو بازتر بکنیم و خدمت شما عرضم که حالا شاید بعضی‌ها بگن ولی فکر نمی‌کنم هیچ مدیر عاملی الان بره چک پاس کنه. آره، بگذاریم از این حرفا، ولی میخوام بگم این نگاهتون رو باز کنید به این مطلب، نگید اسلام محدودیت میاره، حجاب نمیدونم دست و پای زن رو میبنده. نه، به خاطر امنیت خود اون خانم هاست و اسلام فکر هزار و جایی رو کرده که من و شما اصلا تخیلمون خطور نمی کنه. دقیقا. حالا این نگاهی که اسلام به زن داره در موارد عمومی که به زن میفرماید تو در منزل بشین، نماز جماعت مسجد خوب شرکت بکنی، ولی بهتر این است که در منزل خودت، فرمودن هر رکعت روایت نمازی که میخونه در منزل مساویس با بلکه برتر است از 25 رکعت نمازی که با جماعت و در مسجد. اینا معلومه یه ویژگی این وسط هست، ولی در زیارت سید الشهدا چه ملاکی است در زیارت امام حسین سلام الله، چون ما اینجوری میگن دیگه، احکام الهی به ملاکات احکام برمیگرده، احکام فرع ملاکاتش هست. چه اون ملاک چقدر باید قوی و چقدر باید اقوا باشد که این مسئله‌ای که اینقدر اسلام در راجب اون سفارش داره، راجب زیارت امام حسین سلام الله علیه، میبینیم خود حضرت ابتداء به کلام میفرمایند یا ام سعید میری به زیارت امام حسین؟ برو، فان زیارت الحسین واجبه علی الرجال،
و النساء. اینا من اضافه کنم به اون حرفام امشب، ببخشید یه تغییر میزنم به کلام از طاهر غفوری، ولی من یه وظیفه‌ای دارم، بعضی موقع مطالب بزرگان رو من باز بکنم این مقدار استفاده. این مطلب رو هم بگم که ما توی احکام شرعی و حالا دینیمون یه قوانین مشخصه، ولی گاه گداری یک جای استثناءاتی براش آمده. داستان و قضیه و جریان امام حسین علیه السلام از اون مواردی است که استثناءات خیلی خاص داره که مختص به خود وجود نازنین امام حسین علیه السلام است. همین مقوله خواهرها که امشب حالا مطلع کلام ما شده، ببینید تو زیارت امام حسین خاص میشه و امر به زیارت میشه، امر به زیارت میشه. نگفته امام صادق پیشنهاد میکنم برید، حضرت امر فرمودند. این استثناءات رو در نظر بگیرید، اون وقت لطائف دین اسلام و تشیع خاصه برای شما باز میشه. احسنت. من از همینجا میخوام یه گریزی بزنم به اون بحث که دو شب قبل داشتم که قول دادیم یک شب راجبش صحبت بشه، در همون زیارت روایتی که از ابان ابن تغلب از امام صادق راجب شخصی که انفاق بکنند، حضرت فرمودند برای هر درهمش 10,000 مدینه شهر در بهشت براش اختصاص میدن. ادامه این فرمایش رو حضرت چی فرمودند؟ فرمودند من اتا قبر ابی عبدالله الحسین علیه السلام فقد وصل رسول الله و وصلنا، با ما صله کرده، با ما در اتصال و در وصل بوده. بعد چی فرمودن؟ حضرت فرمودن حرمت غیبته، غیبتش، پشت سرش حرف زدن، غیبت کردن زائر سید الشهدا سلام الله علیه حرام است. غیبت مؤمن به طور عام حرام هست، انسان نمیتونه این دوباره این گروه رو هم مجزا کرد. از همه احکام و اینها به این مطلب اشاره کردن، این یعنی میخوان به ما درس بدن، میخوان بفهمون که مراقب باشیم. جناب آقای موسوی، الان متاسفانه در این دور زمونه، البته همیشه بوده این حرف ها، ولی الان هم گاهی ما میشنویم گوشه کنار، خب یه کسایی هستن که واقعا عالمن آمدن این کارا رو میکنن، معاندن، دشمنن اصلا با تشکیلات سید الشهدا. میخوام عرض کنم من نوعی چرا باید بوق و بلندگوی این اشخاص بشم؟ گاهی انسان خبر نداره، نمیدونه، یکی یه جای حرف زده، نگاه میکنی ظاهر حرف خیلی شسته رفته پاکیزه است، بله آقا نماز اول وقت خیلی خوبه، خیلی ثواب داره، حجاب زنان خیلی واجب است، ولی این که یک عده میان اینو ربط میدن به مسئله زیارت سید الشهدا، این باید ما رو به تفکر واداره. چرا در مجالهای دیگه ما میبینیم اینقدر بعضی اصرار ندارن برای یک سری مسائل، ولی تا میاد تو قضیه امام حسین، عزاداری سید الشهدا، زیارت امام حسین، میبینیم یه عده صاحب نظر میشن، دلسوز میشن. بحث عزاداری امام حسین که پیش میاد، میگن آه این جوونا تا دیر وقت عزاداری میکنن، سینه میزنن، نماز صبح نمیخونن. خب نماز صبح این الان چه ربطی به هم داشت؟ چه ربطی نماز صبح جای خودشه، عزاداری سید الشهدا جای خودشه؟ چطور شد اون جوونی که میره، حالا نمیخوایم این بحثا رو مطرح کنیم، ولی واقعا درد اینها تا نیمه های شب نشینی هایی که انجام میدن، نمیدونم عروسی ها، اون مهمونی های کذایی فلان، کسی اونجا حرف نماز صبح اونجا هم هست؟ چطور شد فقط روزها باید باشه دیگه؟ چطور شد فقط تو مسئله امام حسین؟ خانم حجاب واجب است، 11 ماه در سال کسی حرف از حجاب زن و زنها نمیزنه، کسی دلسوز مسئله عفت و حجاب خانمان نیست، تا مسئله محرم پیش میاد این دستجات عزاداری که راه میافتن زنان دوشا دوش مردان درست نیست، اسلام فرموده زن تا بشه تو خونه. چطور شد الان مهم شد این حجاب؟ میخوام عرض کنم این حرفا هست، این حرفا متاسفانه خیلی هم انتشار داره. ماها باید مراقب باشیم، مؤمنین باید حواسشون رو جمع کنن، محبین آقا سید الشهدا که خدای نکرده آب به آسیاب مغرضین، چون اونا مغرضن. قرآن تعبیر میکنه فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا،
یعنی واقعا یک عده از نمیدونم چه جوری از یک بیماری روحی خاصی رنج میبرن. تا مسئله عزاداری، تا مسئله امام حسین، الان هم تو همین بحث زیارت امام حسین آقا بحث میشه گاهی. خیلی ما اینا رو میشناسیم، خیلی هاشون نماز نمیخونن. چطور خیلی هاشون نماز نمیخونن؟ گفت کافر همه را ضرب المثله، نمیخوایم که بگیم، ولی خب این درست نیست. شما اولا توهین کردی، تهمت زدی به چند نفر آقا، 20 میلیون اقلش، حالا این نمیدونم آمار و احصا چقدر میگن در زیارت سید الشهدا، بله سال به سال میلیون هم در سالهای گذشته گفته تا سال به سال ما میگیم همون 20 میلیون. 20 میلیون نفر یک جا در یک مناسبت خاص، کجای این کره خاکی، کجای عالم سراغ دارید که جمع بشن برای یک هدف خاص؟ همشون زبان حال و قالشون یک چیز است، لبیک یا حسین، دم از احدی غیر از سید الشهدا نمیزنن. خب مغرضین و دشمنان نمیتونن ببینن دیگه این تشکیلاتو. یک زیارتی بدون دعوت خاص، بدون هماهنگی های کاملا مثلا بروکسیه اداری و اینها، این همه جمعیت در یک جای جمع میشن، نهایتا یه المپیک میشه، 100,000 نفر توی یه دونه استادیوم نمیتونن جمعش کنن. چجوری 20 میلیون یه جا جمع میشن؟ کسی هم آزاری نمیبینه. این خیلی جالبه. سختی همه جا هست، همه جا، سرد و گرم هوا که توی خونم که شما باشی، الان ما اینجا در شهر کریمه از سر شب تا الان الحمدلله رب العالمین به برکت عزاداریهای یک ماهی مردم باران رحمت الهی داره میباره. خب یه مقدار برقام در اثرش به هر حال قطع میشه، مثلا سر و صداهایی هم میشه، بچه یه وقت توی خونه، اینا طبیعیه، حالا جبه، حالا اونجا هم که باشیم، ولی کن بگی آقا من مثلا رفتم و گرسنه برگشتم، نه. حالا به خاطر اون کسات جمعیت شاید یک کمی دیر و زود بشه، ولی همه بالاخره یه شکم سیر رو نصیبشون شده، یک جایی به قول معروف، به قول قدیمی ها یه وجب جا رو برای خواب گیرش اومده. ولی کن همایش های بزرگ بزرگ میگن اینجوری نمیتونن پس کار بر بیان. 20 میلیون به زبان ساده است، 30 میلیون شما درک کردیم به زبان ساده است. حج خانه خدا، چرا همایش ها بگیم؟ این همایش دینی، حج خانه خدا 3 میلیون نفر. تازه منم بچه سیدم، کرمم زیاده، آمار رو بالا گفتم. 3 میلیون نفر که خیلی بشن، چقدر کشته دادیم؟ اصلا جمع کردنش، حالا ما اصلا در قیاس نیستیم، خودشون هم مقایسه نفرمودن اون حلو. حدیث کعبه و کربلا رو که اون احترام میکنه به کربلا. خیلی برگردیم به اصل بحثمون، بحث مقام ظاهر. حالا به تعبیری شما فرمودین حق نداریم این گروه رو مورد غیبت هم قرار بدیم، یعنی اینقدر مقام و شأنیت دارن که باید زبان رو بر اونها هم ببندیم. امشب من میخوام به چند تا روایت از کامل زیارات شریف اشاره کنم، حالا فرصت داریم یا بچه‌ها اشاره می‌کنن میگن حالا تا حاج آقا شروع نکرده بریم یه بیرون بریم، یه چرخی می‌زنیم بیرون از برنامه و برمی‌گردیم. خب باز در خدمت شما هستیم و مبحث کارشناسی امشب داریم پیرامون مقام ظاهر به تعبیری صحبت میکنیم و امیدواریم که بر معرفت ما نسبت به اهل بیت افزوده شود. قبل از اینکه وارد روایات مقام ظاهر بشیم، این حدیث رو حیفم میاد از کامل زیارات شریف نخونم، باب 57 حدیث 2 برای دوستانی که اهل تحقیق هستن. شخصی به نام هارون ابن خارجه از اصحاب امام صادق سلام الله علیه، من بگم این کامل زیارات رو ما قبلا هم معرفی کردیم، حالا اینجا آجاها میارم که نالشون یه بار کامل نمیدن، حالا با طرح جلدهای مختلف البته هست. این روایات و احادیث پیرامون زیارت غالب ائمه و بخشی کثیرش در مورد امام حسین علیه السلام هست.
توصیه میکنم بگیرید، مطالعه بکنید و ناشر احادیثش باشید به دیگرانم. الان دیگه هممون صاحب یک کانال و یک فضای مجازی هستیم، توی صفحه های اینستاگرامتون فضا رو عوض کنید، یه مقدار به خوبی ها نزدیکش بکنید، از این روایت ها بگذارید، هم خودتون لذت برین و فیض معنوی و هم دیگران رو بهره مند کنید. عذرخواهی میکنم. خواهش میکنم. حالا شما فرمودید منم یه استفاده بکنم. دوستان میتونن در ترغیب و تشویق به زیارت امام حسین سلام الله علیه، فقط بحث انفاق و اینها که نیست، یکی هم همین که شما اشاره فرمودید در صفحات مجازی هر کسی در حد و توان خودش یک روایتی با یک ترجمه‌ای میتونه نشر بکنه، منتشر بکنه، اگر یه نفر ببینه و نسبت به زیارت آقا سید شهدا اقدام بکنه خیر دنیا و آخرت برای شخص نشر دهنده هست. هارون ابن خالجه میگه از امام صادق سلام الله علیه پرسیدم، قال قلت جعلت فداک، فداتون بشم، قربونتون برم، ما لمن اتا قبر الحسین زائرا له عارفا بحقه. چقدر چه ثوابی هست برای شخصی که بیاد به زیارت قبر مطهر آقا امام حسین سلام الله علیه زیارت بکنه حضرت رو در حالی که عارفا بحقه باشد. یرید بهی وجه الله تعالی و دار الاخره قربتا الی الله، برای خدا بیاد. حضرت فرمودن یا هارون، همون تعابیر رو حضرت تکرار فرمودن، من اتا قبر الحسین علیه السلام زائر الله، زیارت امام حسین بیاد، عارفا بحقه. این عارفا بحقه رو متاسفم بعضی هم میان، یعنی خیلی هست که روایات اهل بیت رو میخونن یه عده‌ای، نه طبق اون چیزی که هست، طبق اون چیزی که خودشون خودم میخوام چی خوبه معنا بشه اونجور معنا میکنه، نه اینجور نباید باشه. ما میریم سراغ خودشون. آقا عارفا به حقه یعنی از خود اهل بیت بپرسیم، از آقا امام رضا سلام الله علیه، از خود امام صادق راجع به زیارت امام رضا علیه السلام که حضرت فرمودن عارفا به حقه، راوی پرسید آقا این عارفا به حقه که شما میفهمید فما عرفان و حقه، عرفان به حق امام یعنی چی؟ بعضی اینجور تعبیر میکنن عارفا به حقه مراقب باش، یه وقت مثلا نسبت به نمازت، نسبت به عباداتت سست نشی، عارفا اونم هست، ولی حقیقت معرفت به حق امام چیه؟ از خودشون پرسیدن، خودشون فرمودن عارفا به حقه یعنی بداند و بشناسد که این امامی که دارم من به زیارتش میرم امامی است مفتر از طاعه، که طاعتش اطاعتش برگردن من هست و واجبه و باید ازش تبعیت بکنم. این معنای اصل معرفت عارفا به حقه اینه. لذا در لابلای احادیث که هی این واژه رو میبینیم فرمودن عارفا به حقه، ببینیم به کدوم نکته دارن اشاره میکنن حضرت. کسی که بیاد با این شرایط یرید و بهی وجه الله و دار الاخره قربتا الی الله تعالی، فقط و فقط برای زیارت آقا امام حسین، خالصا مخلصا لوجه الله، این چه اثری دارد، چه فایده ای دارد؟ غفر الله له والله له، اینجا حضرت قسم خوردن، غفر الله والله به خدا قسم، خدا می آمرزد، ما تقدم من ذنبهی و ما تأخر، گناهان گذشته و آینده. بعد میگه حضرت سه مرتبه به من فرمودن الم احلف لک، من قسم نخوردم برات ای هارون، امام نیازی به قسم خوردن ندارد. این حاکی و حکایت کننده عظمت اون زیارت هست دقیقا، که حضرت به خاطر فهم شاید حالا اون مخاطب یا دیگران که این روایت میکنن حتی حاضر شدن قسم بخورن، قسم بزرگی مثلا، اگر نه این خانواده و خصوصا ایشون که اصلا از لقبشون به صادق دروغی ندارن بگن، اهل قلوب هم نیستن. ضمناً این رو ما هم باید بدونیم که حضرات نیازمند زیارت ما هم نیستن. در ابتدای برنامه شاید شما متوجه نبودید یا هنوز نیومده بودید، روایت رو خوندم که 70,000 ملک خداوند مأمور میکنه که برای زوار امام حسین زیارت کنن، استغفار کنن به تعبیری و دعا بکنن. خب همین 70,000 تا بر اونا بس بود و هر روزه اون 4,000 تایی که همیشه تو صف انت زیارت امام حسین نصیبشون میشه، ملائکه امام حسین زیارت کنه. نیازمند زیارت من بی معرفتی که میرم همش سر از بازار در میارم نیست، ولی قراره به ما یه چیزی بدن، این خانواده کریمه. ولی خب
یه حرکتی هم بایستی انجام بشه، رفتنه. بله. من زیارت از راه دور رو محترم میشمارم، ولی این مثال رو میزنم. بعضی مواقع شما تلفن برمیداری زنگ میزنی والدینت، پدرت یا مادرت، باشون حرف میزنی، چاق سلامتی میکنی، یه جایی دیگه تلفن جواب نمیده، پامشی میری در خونه، میری داخل، مادرت رو پدرت رو در آغوش میگیری، احترام میکنی، دستشو میبوسی. اونه زیارت در سرزمین کربلا، توی اون موقفی که امیرالمومنین توش حضور داشتن، آقا رسول الله به تعبیری پیامبران، همه اولیاء انبیا از اون سرزمین به نحوی گذروندن و مواسات با امام حسین کردن، قرار ما هم بریم اونجا. اونجا یعنی در آغوش گرفتن وجود نازنین امام حسین. با اینکه باور ما و اعتقاد ما بر اینه که الان اینجا من بگم صلی الله علیه و آله امام حسین کنارمه، نه اینکه تازه فطرس ملک سلامون یه روایت دوم فطرس ببره، من باورم برای اینه که امام حسین کنارمه. ولی یه وقتایی دیگه این نیست، باید بکنی بری. تعظیم کلام امام عسکری در روز اربعین من باب اینه. احسنت، دقیقا همینجوره. زیارت آقا امام حسین سلام و دیگر حضرات آل الله به این معنا نیست که ما بریم تا اونها از احوال ما مثلا با خبر بشن. اگه نمیدونن، اون حقیقتی است که نور الله هست، وجه الله هست، جایی نیست، جایی هست که خدا نباشه معنا نداره، جایی هم نیست که نور خدا نباشد. در زیاراتشون میخونیم السلام علیک یا وجه یا نور الله فی ظلمات الارض، ای نور خدا، نور خدا کجاست که جا باشد و منور به نور خدا نباشد، اصلا معنا نداره. پس این رفتنه چیه؟ حالا شاید من از طرف حالا کسی که بخواد، حالا نه که اشکال بگیرم به فرمایش شما، ولی بخواد یه انقلتی مثلا اینجا بیاره که در مورد زیارت پدر و مادر، خب پدر و مادر ممکنه از حال من خبر نداشته باشن، من یه جای دیگه بعد از تلفن و اینها میرم به سمتشون، امام کجاست که خبر نداره، کجاست که ندانه؟ اصلا بحث خبر نیست. آها، پس این رفتنه چیه؟ این که میرم به سمت زیارت امام حسین سلام، دل خودم جلا پیدا کنه. احسنتم. و خود این نفس زیارت، خود رفتن به زیارت، اختیار و انتخاب این حقیقت است که امام علیه السلام در همه جا حاضر و ناظر و شاهد است، ولی این که فرمودن برو به سمت زیارت، قرآن تعبیرش اینه انا لله و انا الیه راجعون. ما همین تعبیر در زیارت جامعه کبیره داریم، انا الینا، از خواهیم کنم، اونم در قرآن هست، انا الینا ایابهم ثم انا علینا حسابهم. در زیارت جامعه هم میخونیم و ایاب الخلق الیکم، بازگشت همه خلق به سوی شماست. این یک حقیقتی است تکوینن که در این عالم وجود داره، ولی شمای زائر و محب امام حسین تشریعن این مطلب رو اختیار بکن، خودت رو هم در این کسوت نشون بده و برو به سمت امام حسین. این اون حقیقتی که همه عالم دارن به سمتش میرن، تو این حقیقت رو در اختیار خودت هم ظاهر کن و نشون بده، لذا برید به زیارت امام حسین. اینجاست که اون رفتنه موضوعیت پیدا میکنه. حالا مقام زائر سید الشهدا سلام الله علیه، چون شما اون روایت ملائکه رو خوندید، من هم به یک روایت در همین باب اشاره بکنم، در کامل زیارات شریف باب 50 حدیث 3. عرض کردیم ما باب باب میگیم به خاطر تعداد صفحات چاپ های مختلف که هست. باب 50 حدیث 3 از جناب مفضل ابن عمر قال، مفضل میگه از خوباس، مفضل از یاران خاص امام صادق، میگه حضرت صادق سلام الله علیه فرمودن که انی بالملائکه، میبینم من ملائکه رو، امام دیگه دارن میفرماین، والله، دوباره سوگند قسم، والله قد ازدحم المؤمنین على قبر الحسین، ازدحام کردن و احاطه کردن کیا رو؟ مؤمنین، ازدحم المؤمنین على قبر الحسین. شما فرمودید تو اون روایت داریم که میان به زیارت امام حسین، من میخوام عرض کنم میان به زیارت زوار امام حسین، یعنی در این روایته، نه که حرف از خودمون. والله قد ازدحم المؤمنین على قبر الحسین قال قلت فیتراءون له، مفضل میگه به امام عرض کردم آجان میبینن مؤمنین ملائکه رو، حضرت فرمودن هیهات هیهات، هرگز،
قد لزموا والله المؤمنین، لزموا گرفتند، ملازم مؤمنین هستند این ملائکه. الله اکبر. قد لزموا والله المؤمنین حتی انهم لیمسحون وجوههم بأیدیهم، با دست خودشون، با دست این مؤمنین وجوه و صورت خودشون رو مسح میکنن، که انا حضرت میخوام بفهم متبرک میشن به دست این زائر سید الشهدا، اون ملائکه، اون ملائکه که نور محزن. اینها میان چرا؟ چون این کسی که اومده در زیارت سید الشهدا زائر الحسین شده دیگه، زائر دیگه، ملائکه زائر رو نمیبینن، مزور رو در این شخص میبینن. لذا این زائر اینقدر مقام داره، حرمت غیبتو خدا میدونه. خیلی باید مراقب باشیم، کمتر از گل نباید بگیم به زائر سید الشهدا. همونجوری که برای ما مثلا زری سید الشهدا محترمه، به دلیل اینکه حالا هم قبر مطهر در اون زریه و هم باور ما برای اینکه روح بلند امام حسین علیه السلام در این زری حاضره، خب همین روح در وجود زائر هم وارد میشه. لذا برای ملائکه مقدسه محترمه. بله. و جای تبرک جستن پیدا میکنه. تبرک اینا واقعا جا داره که انسان نه تأمل، آقای موسوی، اعتکاف کنه در این کلمات نورانی اهل بیت. واقعا چی فرمودن؟ چقدر زیاد اصلا نمیفهمیم و نمیرسیم ما. ظاهرش اینجوری با ما بازی میکنه و ما رو به پرواز با میداره دیگه. اگر فهم ما کامل بشه نسبت به این جملات که از کلام ما معصومه دیگه، فرمودن واویلا داره به خوله. واقعا همینجوری فرمودن اگر من بگم برای شما حدیث بکنم امام صادق سلام الله علیه از زیارت امام حسین و فضل زیارت امام حسین، لترکتم الحج رأسا، اصلا حج خانه خدا رو همتون رها میکنید و ما حج منکم احد. ما تشوقن هم داریم، ما تشوقن داریم. بله، اگر بدونن چی هست در فضیلت زیارت امام حسین، لما تشوقن و تقطعت انفسهم علیه حسرات، نفساشون به یعنی به شماره میفته، شماره میفته اصلا. الله اکبر. ما فقط میخونیم، ترجمه میکنیم تحت لفظی، حقیقت چیه خودشون باید به قلبمون بندازن. یه زیارت، یه روایت دیگه بخونیم. بله. الحمدلله همش سر سفره روایات اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین هستیم. از امام صادق، از وجود امام صادق سلام الله علیه هست که حضرت فرمودن اذا کان یوم القیامه، وقتی روز قیامت میشه، نادا منادن، یک منادی صدا میزنه. چی میگه؟ خیلی از حرفا هست که میتونه مورد خطاب قرار بگیره، ولی میرن سراغ این خصوصیت، عین زوار الحسین ابن علی، خدا کنه ما جزء اینا باشیم. الهی وقتی روز قیامت میگن عین زوار الحسین ابن، خب همه خلائق در محشر ایستادن دارن نگاه میکنن دیگه، همه ایستادن، خدا کنه ما جزء اونایی باشیم که افتخار میکنیم، یه سر گردن میکشیم، ما رو دارن میگن. آها، ما رو دارن. پس تا هست، تا میتونیم استفاده بکنیم از این موقعیت. عین زوار الحسین ابن علی فیقوم عنق من الناس، یک عده ای از مردم بلند میشن، برمیخیزن، که لا یحصیهم الا الله تعالی، عددشون رو جز خدا نمیدونه. فیقول لهم ما اردتم بزیارت الحسین، برای چی رفتید زیارت قبر امام حسین، برای چی رفتید به زیارت امام حسین؟ فیقولون یا رب، حوائجی داشتیم، حوائج دنیاوی داشتیم، درسته اینها رو میخواستیم، ولی همش اون نبود، اصلا اون نبود، ما خودش رو میخواستیم. فیقولون یا رب اتیناه حبا لرسول الله و حبا لعلی و فاطمه، ما پیغمبر رو دوست داشتیم، امیرالمؤمنین رو دوست داشتیم، حضرت زهرا رو دوست داشتیم، برای محبت اینها رفتیم به زیارت سید الشهدا. خطاب میشه فیقال لهم هذا محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین، این انوار مقدسه اینجا نگاه کنید، اینا اینجا، فالحقوا بهم، ملحق بشید بهشون، فانتم معهم فی درجتهم، شما با اینها هستید در درجه اینها در بهش. واقعا چی دیگه میشه گفت؟ اصلا زبان دیگه قاصر، اصلا الله اکبر از این همه عظمت. بسیار عالی. اگر به فرمایش خود شما ما هزاران برنامه هم آماده بکنیم، هنوز نمیتونیم حق یک کلام هم از کلام امام معصوم و هم در فضیلت زیارت امام حسین علیه السلام رو برآورده کنیم، ولی خدا رو شاکریم که به همین اندازه هم
به ما روزی میده. خیلی ممنونم. سلامت محبت باشید. کردید و حالا بایستی این بخش رو به پایان ببریم. از شما بینندگان کمال تشکر رو دارم. تا اینجا رو اومدید دعوت میکنم به میان برنامه. ببینیم تصاویر کربلا رو ببینیم، باز ادامه بدیم. بچه های اشاره میکنن که در حاشیه گفتمان من و جناب آقای محمد حسن قفوری شما دارید برنامه تایم قول معروف تصاویر زنده همین الان کربلا رو میبینید. حالا میریم همونجا و باز صفا میکنیم.